سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و انشاءالله که سلامت و تندرست باشین در این بخش در خدمت صدیق مکرمم جناب آقای رزویان و مشهور به حکیم رزوی قومی که در برنامه های قبلی همراه بودید با ما و دانستید خیلی از مباحث طب اسلامی شیعی رو هستیم و خواهیم بود انشاءالله و مباحث جدیدتری رو از امروز آغاز میکنیم از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و لذت ببرید از این که اهل بیت حتی نسبت به جسم ما و روح ما درمانهایی رو بیان کردند که امروز بعد از هزار و اندی سال تازه به موارد شیمیایی و طب روزش دارن پی میبرن اجازه بدید به محضر جناب آقای غزوی عزیز سلام و عرض ارادت داشته شما جا و سلام نرکم سلام نرکم خیلی خوش آمدید سلامت بشه محضر شما عرض تسلیت دارم شهادت مادرتون فاطمی زهر و سلام علیکم اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض بکنم خدمت شما و بینندگان عزیز خدمت وجود مقدس و نازنین امام زمان ارواح و ناده الفدا و همه شیعان امیر المومنین شهادت حضرت زهرا سلام الله علیکم خب فعلا ما تو جایگاهی نیستیم که بخوایم در مورد حضرت زهرا صحبت کنیم زهرا خودش منبره انشالله تو روزه ها میگیم برسیم به بحث خودمون که این موقع اچافی در حق وقت کسی نشه که تایمش گذشته و بخواد در مورد تب بدونه و ما بحث دیگه شیطنت بکنم یه سوال بپرسم چیزی در این موضوعی که الان شما اهل فنش هستید نسبت به حضرت زهرا سلام علیها بیان شده مثلا درمانی دارویی یا تذکری رو در مورد هم دارو، هم درمان، داریم که حضور محاسبت زهرا برای درمان زخم که در جنگی برای پیانبر اتفاق افتاد و زخم کاری وردشان حضرت حضرت فرمودن که از سوزانده نی استفاده بکنید خاکستر خاک نی، خب فرمود خاکستر هر گیاهی با گیاه دیگه توی درمان تفاوت میکنه که هم زد کننده هم زخم زودتر می‌بنده و در مورد بحث گیاه که معروف به خرفه که معروف به بغلت الفاطمه یا حضرت زهرا سلام الله علیها است که وجود مادس پیامبر خیلی خواص برای ذکر کردن و در روایاتمون هم خاصیت‌های زیادی داره که البته خب فصل تابستانه که متاسفانه اره من همیشه تذکرم میدن توی جامعه ما خورفه رو به عنوان یک علف هرز میشناسن آره خیلی تو باغچه‌هاش خود رو هم هست بله چون خوب می رشد میکنه می و اینم از برکتشه بله. که این اتفاق براش میفته خوب رشد میکنه با اینکه این همه مقابله باش میکنه و از بین میبرنش با این حال باز زیاده چند سالی هست به عنوان سبزی خوردن استفاده میشه تو سفره مردم میاد البته تو, تو فصل خودش بسیار مقوی و بسیار پرخاصیت مخصوصا تو اون مزاج فصل خودش بر درمان خیلی میتونه کمک حال اشخاصی که مزاج گرم دارن یا صفحه مزاج و گرم و خشکن میتونه خیلی کمکشون بکنه که البته فصل دیگه خشکشم و خود تخم خورفر هم استفاده میتونه بله وجود اون دیگه تو فصل دیگه هم هست ولی خب خود سبزی تازهش تو فصل تابستان پیدا میشه هم بخش فاطمیه, فاطمیه. مال خب در مورد تقسیم بندی مزاج ها رسیدیم به تقسیم بندی مزاج ها نسبت به ایام مختلف و حالات مختلف و جای مختلف که ارز کردم خود من به هفت قسمت تقسیمش کردم شاید کسی چیز دیگه پیدا بکنه که قابل تقسیم باشه ولی خب این هفت قسمت یک مجموعه کاملیه که اگه شخص نسبت بهش اطلاعات کافی داشته باشه برای کنترل خودش و درمان خودش میتونه خیلی کمک حالش باشه خب یکی مزاج سن بود مهم. که شخص با دونستن این که هر سنی چه مزاج خاصی داره توی اون سنی که واقع میشه میتونه بدن خودش رو کنترل میکنه و البته توی انتهای عرایزمون اینا رو همه رو به صورت عملی من پشت سر هم میارم که تشخیصش و کاربردش خیلی زیبا میشه <تصفح> خب بسیار. مزاج سن رو تقسیم بندی کردیم تقریبا میشه گفتش که تمام مزاج چهار دسته تقسیم میشن یعنی به همون سودا و صفرا و بلغم و دم البته بعضی هم این تقسیم بندیشون حالا چهار تا نیست ولی اکثرا اینطوره مزاج بعدی که دسته بندیش میتونه خیلی کمک بکنه مزاج شغله ام. چون هر شغلی به فراخور اون حالاتی که برای طرف اتفاق میفته فضایی که توش داره کار میکنه ارباب رجویی که باش داره سر و کله میزنه میتونه مزاج خاص خودش رو تولید بکنه اینه که ما بیایم تشخیص بدیم کدوم شغل چه مزاجی داره مثلا مثل اینکه بگیم فیلم نام نویس مزاج شغلش چیه یه مقدار کار سختیه ولی بعضی از مشاغل هستن تشخیصش خیلی ساده است مثلا مثل نانوایی کسی که حالا شاتر نونوایی نون در بیاره نون میذاره خب به خاطر اون حرارت تنوری که وجود داره و به خاطر فعالیت خیلی زیادشون که همش سرپا هستن همش از یک حالت به حالت دیگه منتقل میشن نون بذاره در بیاره تحویل مشتری بده پول بگیره و حالات مختلفی که دارن به خاطر این ما مزاج شخصی که نونوایی داره کار میکنه مزاج گرم و خشک میدونیم یعنی این شخص اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم میگیم که اشخاصی که تو نوبایی کار میکنن مزاجشون گرم و خشک خب این چه خاصیتی داره دونستنش ما دونه دونه حالا پیش میریم گفتیم مزاج سن شخصی که سی به بالا میشه مزاجش گرم و خشک میشه یک جوانی که سی سی و پنج سال سن داره با اینکه مزاج سنش مزاج گرم و خشکیه میره یک شغلی هم انتخاب میکنه که اون شغل هم گرم و خشکه مثل همین نوعی تشدید میشه لذا این میتونه ایجاد بیماری براش بکنه و میتونه یکی از جاهایی که ما بررسی میخوایم بکنیم و به این نتیجه برسیم که آیا این شخص علت بیماریش چیه میتونه یکی از علت ها همین باشه خب خیلی از مزاج ها هستن مثل شغل ها هستن مثل شغل های مشاوره مثلا مشاوره خانواده استرس و هرس و اینها داره اینها مزاجشون خیلی به طرف سودا میره یعنی باعث افسردگیشون میشه و باعث اینکه حالا غلظت خون و مشکلات مفصلی که اما حالا از عوارض سوداست که آرزوها رو توی فرصت مستقل و جدایی بعد از اینکه تمامش گفته شد و به یک جایی رسیدیم انشالله شاءالله رو مطرح می‌کنیم خب این شخصی که شغلش یه همچین شغلی هست وکیل دادگستریه یا مثلا شخص ما توی پزشکام زیاد دیدیم مخصوصا پزشکای بیماری های خاص مثل سرطان مثل نازایی که با از بین رفتن بیمارشون مستقیما در ارتباطن یه مو پزشک عمومیه بیماری سرما خورده الان خوب نشد خودش سه روز چهار روز دیگه خوب میشه این هم دارو میده و اصلا براش دغدغه ای نیست ولی من خودم داشتم اشخاصی که مراجعه میکردن خودش متخصص بوده پزشک بوده چون خیلی از پزشکان اصلا دارو شیمی مصرف نمیکنن خودشون به ما مراجعه میکنن میگن آقا ما خودم دارو شیمی تجویز میکنیم چون تخصصمونه ولی خودم داری گیاهی مصرف میکنیم وقتی که مثلا صحبت میکنیم بینیم شخص مثلا با سودای شدید غلبه کرده پای حرفی میرسه اکثرشون دارن قصه بیماراشون رو میخورن چون میدونن خیلی جواب نتیجه نمیرسن و برای خوش کردن دل بیمار مجبور به تجویز یه سری چیزا هستن میگن آقا ما دیگه نمیتونیم به بیمار چی بگیم بگیم برو مثلا. طرف میگه آقا یه چیزی بده یه نسخه ای بده یه بنویس منو اینجور رها میکنی یعنی دیگه من برم یعنی مردم تمام شد لذا خب اینها میدونن که چه اتفاقی برای بیمار میفته بالاخره بیماری تشخیص میشه عمر دست خود ولی خب بالاخره یه مقداری از عوامل موثر هست میتونن تشخیص بدن خب این باعث میشه که اون شغل مزاج سودای سودایی داشته باشه یا سرد و خشک حالا شغل های مختلف مثلا طرف ناجی غریقه نجات غریقه خب این دائما با فضای مرتوب و گرم در ارتباطه این گرفتن مزاج دم و عوارض بیماری دم مثل سکته ها و مثل رتوبت مثلا رطوبت زیاد و مثل روماتیسم و اینا یه چیزیه که احتمال که تو این شخص به وجود بیاد زیاده و شخص وقتی مزاج شغل خودش رو بشناسه میتونه حداقل برای از بین بردن عوارض مزاج شغلش زمانی که تو منزل هست یا زمانی که در حال استراحت هست میتونه جبران بکنه شخصی که توی مهندس ساختمان میتونه مزاج صفرا داشته باشه و مزاج های مختلف که ارز کردم مثلا کوه مزاج سرد و مثلا تعبیر حسب تعاملاتش با جامعه و حالا نوع سختی یا آسانی و اون فیزیک کاریش یک سری تبهایی رو برای خودش برمیگذینه دیگه اصلا این... این دیگه نگاه کنید این که ما میخوایم دونه دونه تمام شغلها رو بیایم بررسی بکنیم و نام ببریم و دونه, دونه بگیم که فلان شغل فلان مزاجو داره خیلی کار علمی نیست فکر میکنم با همون بحث تبهایی که حالا با گرما و با سرما بنابر کارشون مثلا اینا که با کوره و حالا بهش فرمایش شما با تنور در ارتباطن تن. اینا تقریبا میرن به سمت گرم و خشک نکن با همون گرما و سرما و رطوبت و خشکی ما میتونیم تشخیص اولیه بدیم میگم آقا این کارش گرم و خشکه پس تولید صفرا میکنه این کارش گرم و مرتوب تولید دم میکنه این کارش سرد و خشکه تولید مثلا سودا میکنه ولی خب مثلا نگاه کنید ما الان تا این بحث مثلا مشاوره خب این نه گرمای ظاهری وجود داره نه خشکی ظاهری وجود داره که بگیم آقای محیط کارشه نه این بحث روحیه که داره تاثیرات منفی میذاره نظام میگم تشخیص خیلی دقیق نمیتونه باشه یا همون مثالی که چند جلسه پیش در مورد اون شخصی که باسپورس بود خب این باسپورسی شاید توی جای نیست کولر هست زمستون بخاری هست هیچ مشکل از فضا نداره تغذیهش خوب ولی استرسی که با گرفتن مثلا اون اعترافات از اشخاصی که حالا دوزدن قاچاخشی یا مشکل دارن خب این میتونه حرارت داخلی بدنش رو بره بالا حرارت هم ایجاد خشکی میکنه و اون شغلش ایجاد سفرام میکنه و شغل های مختلف که مختلفه دیدم بعضی از عزیزان اومدن بررسی کردم ولی خب خیلی دقیق نیست نمیشه مگه اینکه یه بیماری بیاد مراجعه بکنه خودمون به خاطر بیماریش بررسی بکنیم و الا بخوایم همه شغل ها رو بررسی کنیم درد سره خب حالا اینم پس قابل تحمله شخصی که دچار بیماری شده شغلش هم باید در نظر بگیره و میتونه تو درمانش خیلی کمکش بکنه مزاج بعدی یعنی قسمت تقسیم بندی بعدی مزاج ها مزاج فصله یه چیز معروفیه که خب ما چهار فصل داریم که خدا تعالی به تعالی به چهار مزاج تو عالم چینده هر فصلی تولید یک مزاج در بدن انسان میکنه لذا خیلی از اشخاص هستن میگه من تابستون خوبم زمستون بدم بهار خوبم پاییز بدم یا بالعکس این به خاطر اختلاف مزاج های فصله این شخص از نظر مزاجی در یک حدی قرار داره که ما بهش داره لبریز میشه یعنی پیمانه دیگه پر شده مهم. پیمانه که پر بشه مهم. اقل مطلبی به مصدر. کوچکترین به ادنا مناسبت این شخص چه تغذیه باشه چه سن باشه چه شغل باشه چه فصل و فضا باشه سری تاثیر میبینه اون تاثیر تاثیر منفی روش میذاره حالا تو بحث مزاج که انشالله میایم یعنی شناسایی تشخیص این که شخص چه مزاجی داره اونجا اینو مطرح میکنیم که آقا تو فصلهای مختلف شخص چه حس و حالی داره و اینو ما خودم سوال میکنیم از شخص که میخوایم مزاجش رو بفهمیم این کدوم فصل راحت تری یا کدوم فصل خیلی اذیت میشی اگه طرف تو تمام فصول میشه آره حالش خوب باشه خب این معلومه شخصی که خیلی حالش بد نیست تعادل داره تو همه فصول حالش خوبه به لبریز شدن نمیرسه که عوارض نشون بده ولی نه تا میگی میگه تابستون حالم خیلی بده زمستون حالم خیلی بده پاییز بدم یا بهار بدم این تو تشخیص خیلی کمک میکنه که انشالله مفصل در موردش صحبت میکنه مزاج فصل تقسیم بندیش اینطوره بهار فصل گرم و مرتوبه که هم حرارت هوا میره بالا هم رطوبت میره بالا بلد. به تابستان که میره سیم. یا کنید الان دقت بکنید دقیقا مزاج سن انسانه ابتدا جوانی اونا. احسن ابتدای انسان که میگن بهار انسانه بله. اون بهار انسان به خزان میرسه و به انتها میرسه که اصلا فصل رشد گفتیم گرما و رطوبت رشد میاره رشت میشه خب این داره الان رشد پیدا میکنه رشد که پیدا میکنه میرسه به گرم خوش به خشکی حرارت انقدر تشدید میشه رطوبت از بین میبره اه. درست شد بله. اینا قاعده سان همه که یاد بگیریم خیلی زیبا میشه در انسان این قواعد که پیدا بشه خشک میکنه لذا میشه گرم و خشک این خشکی میمونه سردی, سردی میاد. میاد, چرا چون خشکی زیاد شد عرض کردیم خشکی زیاد خشکی در سودا رکن اصلیه اه. اگر جایی خشکی شدید بشه سرما وجود میاد کجا یک مثال خیلی سادهش در مورد خاکستره چوب رطوبت داره حرارت بله. داره انقدر میسوزه هی hey, رطوبت میره 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 انقدر میره میشه خاکستر دیگه این خوش. داغ نمیشه سرد سرده درست بله. پس اگر رطوبت از بین بره و خشکی بیاد خشکی رکن اصلیه به تبعی سردی, سردی به سردی میشه میشه صدا میشه پاییز برگا از درخت میریزه همه چیز خشک میشه خشکی رکن اصلیه و رطوبت از بین میره بعد ادامه پیدا میکنه فصل میرسه بارندگی برف هوا سرد, سرد و... هست رطوبت همش اضافه میشه و سرما و رطوبت که مزاج بلغمه که تو فصل زمستانه خب اشخاصی که با مزاج بلغم درگیر هستن بیشتر تو زمستون اذیت میشن یا مشکل بر میخورن درد منفصل و عوارض حالا مثل روماتیسم و این چیزا از یه عزیزی میگفتش که به خاطر درمان بلغم بهترین درمانی که در قدیم انجام شد یا یکی از بهترین پس استفاده کرسی بوده بله که این رطوبت رو متعادل میکرده و اون سردی رو به کرمیل تو بدنم خون جریان پیدا میکرده و خب که الحمدلله الان هیچ استفاده شده یکی اونم یه بحث خیلی قشنگ داره اگه بشه در موردش حالا نه قبل از شوای الدا که حالا مگر مردم نمادین کرسی میگذارن بگیم که جا بیفته برای مردم این فرنگای خوب خب مزاج بعدی بعد از مزاج فصل که دوباره گفت به چهار قسمت تقسیم شد مزاج روزه روز دوباره خدامان تبارک به حالا خود 24 ساعت رو ما رو به چهار مزاج مختلف تقسیم کرد یعنی تأثیرات روز هم در بدن انسان به خاطر تابش خورشید و حالا اون جزر و مدی که ماه روی وجود انسان در خون انسان ایجاد میکنه باز یه سری اختلافات مزاج ایجاد میشه تقسیم بندیش از طلوع صبح یعنی از تقریبا نیمه شب تا طلوع آفتاب و طلوع فجر مزاج دمه از طلوع خورشید تا ظهر دم سفراس یا کنید دوباره چینش همینه یعنی ابتدای صبح اما ابتدای زندگی انسانه گرمتر، و مثل بهاره بعد میایم به تابستان میرسیم هوا گرم و میشه. خشک میشه به بعد از ظهر به بعد که میریم به مزاج سودا میرسیم لذا دلگیر میشه سودا ها. یکی از عوارضش افسردگیه افسردگی, افسردگی تو وجود ما غلبه میکنه طرف این نزدیک غروب که میشه حالش گرفته است خلق میگه نداره از اذیت میشه شخص چون غلبه سودا تو خون زیاد میشه مخصوصا کسی که اصلا مزاج خودش سودا باشه میبینه تو این موقع روز این مقدار تشدید میشه رو... بدتر میشه حالش به بعد از شب که میرسیم هوا که سردتر میشه قلبه بلغم لذا اکثر سکته ها توی شب اتفاق میفته چون خون حالت جمود پیدا میکنه و حالت خشکی پیدا میکنه این یعنی هم تقسیم بندی مزاج روز فرصت کی هستش یک دقیقه یک دقیقه اما می‌خواستم بگم تو همین روز تمامش کنین که تقسیم ها بمانه این تقسیم بندی بعدی دو قسمتشون میشه تقسیم نمیشه عرض همه به چهار قسمت خب این چون که یه زوج و فرد در نظر میگیریم مزاج جنسیت انسانه ام. ما چون زن و مرد بیشتر نداریم به خاطر همین مزاج جنس انسان به دو قسمت تقسیم میشه اونم به صورت کلی تقسیم میشه همیشه مزاج مرد گرمتر و خشکتر نسبت به مزاج, مزاج زنه. نه. یعنی میزان گرمایی که مثلا میگیم این زن طبعش گرمه باز اقل از یک مرد گرم مثلا. مزاج یا ذات مزاجه مزاج زنها بیشتر به سردی و رطوبت میره به خاطر این بیماری هایی که به سردی و رطوبت مثل درد های مفصلی, مفصلی تو زنها بیشت. بیشتره و بیماری هایی که به گرما و خشکی که میدونه سفراست مثل ریزش مو و از بین رفتن مو که کچلی تاسی مردا بیشتر دوچارش میشن عصبانیت و خب زودتر هم میمیرن بندگان خدا از بس که از روحی خب عصبی هستن و این ذاتشونه ولی خب قابل کنترل هست و اینم نیست که بگیم اگر مزاج مردها گرم و خشکه پس زن گرم و خوش وجود نداره نه اونم هست زن هایی هستن که خیلی از یه مرد میتونه مزاجش گرمتر و خوشتر باشه به خاطر تغذیه نامناسبش یا به خاطر مثلا تغذیه مادرش قبل از ولادتش و خیلی از عوامل دیگه میتونه موثر باشه ولی ذاتا مردها گرمتر زنها ها بسیار عالی ممنون متشکرم فکر می بحثی که امروز مطرح شد خیلی ما رو جلوتر برد و رسیدیم به یه جایی که دیگه حالا فکر کنم بیماری شناسی و اینها رو دیگه باید کم کم آقا بسیار ممنون متشکرم از جناب آقای حکیم رضوی قومی و شما بینندگان وقت ما به پایان رسیده است در این لحظات تقاضا میکنم اول برای فرج امام زمان و بعد برای سلامتی که در دعاهایی که از صدیقه طاهره به ما رسیده تاکید این بانوی گرانقدر بر طلب عافیت و سلامت از خداوند متعال بیشتر هست از خدا بخوایم که همگان در سلامت و عافیت باشند چه در دین چه در جسم